سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته این کارها در شعر تمردی است. یک کلاغ و 40 تکه از جنون، مجموعه شعر جدید گراناز موسوی. در کارگاه حنا شهنواز، مینیاتوریست ساکن لندن. آنچه مرا واقعا منقلب ساخت و پای صحبت صدیق برمک، فیلمساز برجسته اهل افغانستان. مجموعه یک کلاغ و 40 تکه از جنون نام تازه ترین کتاب شعر گراناز موسویه که نشر آی خانوم در کابل منتشر کرده. گراناز موسوی شاعر و فیلمساز ایرانیه که اولین مجموعه شعرش به نام خط خطی روی شب در سال 1376 مورد توجه منتقدین ادبی در ایران قرار گرفت. از خانم موسوی 5 مجموعه شعر منتشر شده. گراناز موسوی شاعریه که به قول خودش به نقش اجتماعی شعر باور داره و شعرش رو بازتاب تجربه زیستن در جامعه میدونه. خانم موسوی از ملبورن استرالیا با ماست تا درباره یک کلاغ و 40 تکه از جنون با هم صحبت کنیم. خانم موسوی، چرا تصمیم گرفتید کتابو در افغانستان چاپ کنید؟ به خاطر اینکه من 8 سال کوشش کردم از طریق 2 ناشر مختلف در تهران، مجوز نگرفتیم و در نتیجه من وقتی که رفتم کابل زندگی کردم و ارتباط گرفتم با دوستان شاعر، اهالی قلم و ادبیات در کابل، به این نتیجه رسیدم که خب چرا که نه، کتاب میشه در کابل منتشر بشه. کابل برای من تهرانی دیگره، واقعا امکانه، به نظر من واهیه برای همه نویسنده و شاعرای ایرانی. اگر در ایران نمیشه یا نمیخوان به هر دلیلی، کابل هم جاییست، جای بسیار خوبی هم هست. شعرهای متأخر شما به نظر میاد که کوتاه‌تر شده و بُعد روایش کمتر شده، در حالی که درونی‌تر شده و شخصی‌تر در مقایسه با شعرهای قدیمی‌ترتون که طولانی‌تر و زبانش هم تند و تیزتر بود. دلیل این تغییر شکل و محتوا چیه؟ ببینید، من شعرهام از مواجهه خودم با زندگی برمیاد، یعنی تجربه زیسته منه که به شعر، به قالب شعر در میاد، در جان شعر ریخته میشه و طبیعتاً آینه‌ایه در برابر آن چیزی که من به عنوان یک زن شاعر و در عین حال یک شهروند جهان، این کولی که من هستم که از گوشه‌ای به گوشه دیگر مدام این چمدان سفر در دستمه و مدام در حال حرکتم، خب این تجربه ها رو منعکس میکنه. مجموعه حافظه قرمز سیاسی اجتماعی تره، مربوط به دوره ای میشه که من به دلایل تجربه زندگی خودم دچار عصبیت بیشتری بودم، انگار اعصابم لخت و در معرض‌تر بود و خب اینها به اون شکل توی شعر جلوه کرده و در این دوره شعرها شخصی‌تره، عاشقانه‌تره، در عین حال نمایانگر همون زندگی کولیواریه که خب در این دهه از زندگیم داشتم. در واقع یک آینه در برابر زندگی خودم این شکلی شده زندگی. ارجاع به زنان شناخته شده مثل فروغ فرخزاد، لیلی، زلیخا بارها تو شعرهای این مجموعه تکرار میشه. انگار تصویری تو ذهن ایجاد میکنه از زن عاشق پیشه که عشقش همراه با رنج و پرمخاطره. درباره این ارجاعات بگید. خوشحالم که به این اشاره کردین. دست انداختن به متون دیگره دیگه، یک حرکت بینامتنیه که ارجاع میده به یک المان، یک شخصیت یا یک خط از یک متن دیگه، ولی در واقع یک جهان متنی دیگر رو دعوت میکنه به فضای شعر به صورت کاملا تلویحی. به این وسیله خب لایه های دیگه‌ای به این جهان شعری اضافه میکنه. برای من حرکت پس و پیش در این فضاها، در این متون جذابه، در این دوره‌ای که دارم کار میکنم و این شخصیت ها و این زنان خب قطعا بخشی از این بازی هستن. یعنی اون لحظه که می نویسم شعر رو الزاماً به اینها فکر نمی کنم، ولی چون ذهنم درگیر این متون هست یا درگیر این رفت و برگشت ها در این فضا هاست، خب طبیعتاً موقع سرایش همه اینها به کار میاد و دیده میشه توی شعر.
تو این مجموعه واژه های سیاسی میبینیم که انگار تغییر کاربری دادن و گاهی توی یه مفهوم اروتیک یا شهوانی ازشون استفاده شده، مثل انتحاری، تن به تن. درباره این تغییر کاربری ها توضیح بدید. ببینیم باز دوباره به این جهان بیرحم خشن به شدت سیاسی شده برمیگردم که نه فقط سرنوشت ماها رو به عنوان شهروند در اختیار گرفته و سوار ما شده، بلکه زبان ما رو و جهان زبانی ما رو هم در واقع داره برش آمریت میکنه. این کارها در شعر تمردی است بر آن آمریت، به این معنی که شما آن چیزی رو که بلوکه شده، به یغما برده شده توسط صاحبان قدرت در این جهان، دوباره در شعر باز پس میگیرید، ازش آشنایی زدایی میکنید و به این وسیله بر آن آمریت تمرد میکنید. خودم که جودو کار نمیکنم، ولی از جودو یاد گرفتم اینکه ظاهرا در اون نبردی که بین دو جودوکار اتفاق میافته، یکی اون نیروی وارده همون رو با تکنیک خودش برمیگردونه به اون نفر اول. در شعر خب دست شاعر از جهان قدرت کوتاهه، ولی دست شاعر در جهان زبان و کلمه بسیار بازه تا بی نهایت. این کارها مثلا با این واژگان به نظر من به یغما رفته و بلوکه شده و مصادره شده توسط صاحبان قدرت، صاحبان رسانه، کسایی که سرنوشت در واقع جهان امروز ما رو در دست گرفتن و تعیین میکنن، نوعی تمرد به همین آمریته، آشنایی زدایی از اون مفاهیم و رها کردنشون از دست آمریت و قدرت. اگر ممکنه یکی از شعرهای این مجموعه رو برای ما بخونید. اسم این شعر هست بیت المقدس. بعضی چشم ها می توانند آدم را غزه کنند، ناچار، خراب، بگیر و ببند، در گوشه ای گرفتارت کنند و پیش چشم دنیا تنت را از زار و زندگی و زیتون بتکانند. تنهایی آیتی است که وقت غروب نازل می شود، دور از اورشلیم چشمانی که همه می خواهند. حنا شهنواز، هنرمند ایرانی بریتانیایی که بیشتر عمرش از ایران دور بوده، بعد از یک اقامت 6 ساله در ایران ضمن آشنایی با هنر و فرهنگ ایرانی، هنر مینیاتور آموخت. خانم شهنواز بعد از بازگشتش به بریتانیا به خلق آثاری متأثر از شعر فارسی و مینیاتور ایرانی ادامه داده و نمایشگاه‌های متعددی هم برگزار کرده. تماشا سری زده به کارگاه حنا شهنواز در لندن. نقاشی من نمیشه بدون ایران، اینو 100% میدونم. وقتی که من پا میذارم تو خاک ایران یه کاری میکنه. این علتی که عاشق ایرانم هستم خیلی زیاد و هر جوری ایران هست اون چیزای کنار، یه چیزی تو خاک این کشور هیچ وقت عوض نمیشه، هیچ کی نمیتونه دست بزنن. سلام، من حنا شهنواز هستم. لطفاً بیا استودیومو ببین. من رنگ خودم میسازم و رنگ ساختن دو چیزی توشه، یکیش پیگمنته که رنگه و اون چیزی که چسب بشه. اگه رنگ روغن بخوای بسازی، پیگمنت باید قاطی کنی با روغن. من اون ویژوال آب رنگ خیلی دوست دارم و اسمش اون چسبی که میسازیم که با پیگمنت قاطی کنیم سبق عربی از درخت آکاسیا میاد که با آب داغ میریزم توش، لهشم میکنم خیلی. حالا پیگمنت نیم رنگش از چند تا چیزی میاد، یا از خاک میاد که مثلا این خاک از این خاک از هرمز، عراقیه، اینم خاک قرمزه،
که وقتی که میخوای پیگمنت از خاک ورداری اتفاقا آسونه، میذاری تو آب، اون چیزایی که کثیفه از آب میاد بیرون و دیگه خواب داری قاطی میکنی. بعد دومیش مینراله، مثل این حاشیه اینم ازورایت اند ملکا، این پروسسش فرق میکنه، مثل خاک نیست، باید بکوبیش بعد جدا کنی اون چیزایی که نمیخوای توشه، که فقط این آبیا میخوای. من دوستم که رنگم خیلی نرم نباشه، یه خود اون حس خاک هنوز بده. این میشه این رنگ که اگه جلو بیای میتونی ببینی سنگاش و دوتا آبی میبینی، یکیش کم رنگه یکیش پر رنگه تا. این که کم رنگ تره لهش کردم بیشتر، تو میبینی که آبیش میره میره میره. من از این خوشم میاد وقتی که رنگ خودت میسازی، دی بازی کنی با این چیزا. اولین ارتباط که گرفتم با خاک جزیره هست به اسم هرمز و میدونستم که خاک قرمز هست. رفتم اونجا که این خاک قرمز ببینم و استفاده کنم، درون که بیشتر از 40 تا رنگ های مختلف. بعد یه خاک بوده که شن کنار دریا، عاشق این شن شدم. میشه دستی به من یاد داد خاک، این که وقتی که میخری رنگ از مغازه میدونی چی در میاد. با خاک هیچ وقت اون رنگ بر نمیگرده، میری تو پروسس نقاشی و عوض میشه ارگانیکلی. و این هیجان انگیزه واسه من که اوکی، من فکرم این میخواست قهوه‌ای باشه، حالا بنفش شده، اوکی استفادهش کنم، بیارمش تو نقاشیم. بعد یه دستی دیگه که یاد میده این که نگیرم واسه خودم. اولین چیزی که اومد تر من یه ترس بود، این خاک میخواد تموم شه، بعد چی استفاده کنم، چجور شبدیز رو حالا نقاشی کنم، من این خاک رو عادت دارم. بعد هی میخواستم پس بازم وردارم، بعد دیدم که نه این درست نیست، بذار بره، نه ترس، جست بذار بره. تا اینو گفتم به خودم یک کسی از اینستاگرام که کارمو دید چند تا سنگ خیلی زیبا کادو فرستاد واسه من که واو انقدر اینا عالی بودن، جالب بودن، من که واو تا گفتم اینو ول کنم یه چیزی دیگه اومده. و به خاطر این میگم اوکی، خاک معلمه و چون معلمه و استادمه من مسئولیت دارم که احترام بدم بهش، مثل به هر استاد احترام بدی و خوب نگهداریش کنم. حالا این روزا رفتم تا اسب. من چند سالم شین خسرو نقاشی میکنم، خیلی با فوکس گلگون و شبدیز. این کانکشن که اسب میگیره با انسان، این واسم خیلی جالبه. شیرین فقط میتونست به خسرو برسه به خاطر اسبش، چون اسب شبدیز انقدر تند بوده رفتن تونستن در برن. خسرو فقط میتونست با شیرین برسه به خاطر اسبش. اسب واسه من یک چیزیه که پشت اسبی کلت حواس و آزاد و پای اسب تو خاکه و واسه من این یک کانکشن هوا با خاک و اسب، این چیز بین این دوتاست. خیلی ما میتونیم دانش از خاک بگیریم و قدیما میدونستن اینا. ما میخوایم سریع بپریم جلو، سریع بریم توی فلسفی کامپلکس، نمیبینیم که بعضی وقتا ساده باش. و بازم میگم برگردیم به نقاشی، این پروسس سنتی، رنگ ساختن، کاغذ ساختن که طول میکشه تا نقاشی، این همینو وجود میاره. بازم صبر و بعدم پخته شدن. این لاجورده، تو این اسب لاجورد کشیدم، اینم ملکایت، این ملکایت خیلی هم خاصه، با این دوتا دایموند داست روشه. استفاده کنه دایموند داست یه اجازه به من میده که دیگه دست نزنم به اون خاک هرمز، اکلیلای اونجا، و هنوز میتونم بازی با نور
انجام بدم تا کارم تا نقاشیم، این نور هنوز میاد و میرخصه. من از این دوتا خوشم اومد، این بازی به اینه یه رنگ ثابت و خوابیده قویه و این چیزای مثل اکلیل که نور میاد توش و نور میرخصه. دایموندست اندی وورهول استفاده کرده، دیمین هرست، اینا خیلی چیز کنتمپری آرته و میتونی بگی شیشه کاریه. واسه من خیلی مهمه که اون حالت ایرانی نگه دارم، خیلی بازی نکنم باش که دیگه اون حس ایرانی نداشته باشه، ولی یه چیز جدیدم بیارم که جالب باشه واسه چشم ما. چیزی که از مینیتور خوشم میاد چند تا لیر هست، یا میتونی داستانشو بخونی از یه داستان، فان، عالی، یا میتونی بری توش فلسفیشو ببینی، یا میتونی چیزای عرفانیش ببینی، یا میتونی درس زندگی بگی، واسه هر انسان یه چیزی داره، یا هیچی نمیخوای بدونی از داستانش، ویژوال نگاه کن چقدر زیباست. زیبایی نیاز نیست خالی باشه، میتونه چیز خیلی عمیق باشه، نیاز نیست یه چیز زشت و ترسناک و غمگین نشون بدم. ما خیلی بدی میبینیم تو دنیا، مثلا تو آرت الان هم پولیتیکس هست، بیا بدی نشون بدیم. فهم میکنم الان تو دنیا خود زیبایی هم نیاز داریم، چیزای مهم هم میتونیم در صحبت کنیم با زیبایی. محمد صیاد صبور یا میم صیاد از پیشکسوتان عکاسی خبری در ایران که مجموعه عکس‌هاش از روزهای انقلاب در مرکز نبشی در حال برگزاریه. این نمایشگاه سندهای تصویری از انقلاب سال 57 رو نشون میده که از عکسای او برای روزنامه آیندگان و خبرگزاری آسوسییتد پرس گردآوری شده. در این مجموعه عکس روایت انقلاب رو در چند پرده می‌بینیم. بخشی از عکس‌ها تا پایان سال 57 رو به تصویر کشیدن و قسمتی دیگه تا جریان‌های اوایل دهه 60 و رویدادهایی که در ادامه انقلاب شکل گرفتن. عکاس با بودن در بین مردم و برداشتن نماهای مشابه با زاویه دید جمعیت حاضر، لحظه‌هایی رو ثبت کرده که همزمان حس بیم و حس امید رو منتقل می‌کنن. در یکی از عکس‌ها دختر بچه‌ای با چادر سیاه بر سر روی تختی که به نظر میاد از پادگان به خیابون آورده شده نشسته. او پستانکی در دهان داره. پلاکارتی در دستش گرفته که در اون نوشته شده همه در پرتو اسلام. پشت سر این دختر اما فضای مردانه از افراد انقلابی رو می‌بینیم که با تیپ‌های مختلف در حال شعار دادنن. منتخبی از کارهای علی گلستانه در فضای پروژه‌های 2098-21 نمایش داده شد. در این نمایشگاه کارهایی از سالهای دهه 50 تا 70 شمسی از این هنرمند پرکار در کنار هم قرار گرفت. از کارهای مداد رنگی و گواش تا پورتره نگاری و منظره. مناظر او که با گواش کار شدن به سمت انتزاع نزدیک میشن و منظره‌های هاشورخورده او با مداد رنگی بازنمایانه ترن. در یکی از قدیمی ترین کارهای نمایشگاه که امضای سال 53 روی اون خورده، یک میز و صندلی رو با رنگهای پخته قهوه‌ای، سبز، آبی، قرمز و سفید نشون میده. زبان ساده و گیرای گلستانه در این نقاشی یادآور برخورد بنیادی نقاش‌های مدرنیست اروپایی با سطح و رنگه. صدیق برمک یکی از شناخته شده ترین فیلمسازان اهل افغانستانه. او با یکی از فیلمهاش به نام اسامه چندین جایزه معتبر جهانی برای سینمای افغانستان به دست آورد. از جمله جایزه دوربین طلایی جشنواره کن و همینطور جایزه گلدن گلوب.
محمد عبدی منتقد فیلم با صدیق برمک درباره شیوه کارش و همینطور فیلم اسامه صحبت کرده. سپنج بلابند برکت تقشان اخشبند به دخترها سمرغند چشمی کسی کنی با سپنج کلم نظر نشی بند کنم خبر رشی مستر یک دلار بخشش بیاد اگه مستر یک دلار بخشش very good thank you. شما وقتی از پنجشیر به کابل آمدم 5 سال داشتم و برای اولین بار ملاقات من با سینما با دیدن فیلم لورنس عربستان بود. کنجکاوی کودکانی من بود که همه صحرا و همه آدم ها و اسب ها و حیوانات چگونه در یک پرده چیز میگنجن. از کجا شدن اینا؟ دوروبر میچرخیدم که از کدام ور آمده تا دیدم که یک پنجره کوچکی است که نور ازش میتابه. بعد از اینکه هفته ها پدرم مجبور میساختم که مرا به سینما ببره، بالاخره پیدا کردم که یک اتاقی است که درش پروژکتور است و کسی هم به عنوان پروژکشنست و من یکی از آرزوهایم بود که پروژکشنست باشم. و از کتیای پودر لباسشویی دریا اون زمان برف برای خودم سینما ساختم با استفاده از نور آفتاب و آینه و عدسیه و اینا تا اینکه تانستم بالاخره تصویر حرکت بتم. زمانی که تصمیم گرفتم که به این همه تصاویر صدا بتم و دیالوگ، تصمیم گرفتم باید بنویسم چیزی و عقبش موسیقی. تازه متوجه شدم که تنها سینما تکنیک نیست، این جعبه و این آفتاب و نور آفتاب و عدسیه و اینا نیست، چیز ورای ازی است، تراویشی از ذهن انسان، آنچه که در درون آدم اتفاق میفته. مستر مرا چی میکنی؟ مرا فیلم برداری میکنی؟ اون زنها را فیلم برداری کن، مرا چی میکنی؟ حال طالبان بیای گال پرده خود در ایران بانی. با آمدن طالبان روی قدرت مجبور شدم با خانواده و به خاطر مازی بسیار زیادی مثل پیدا کردن یک جای برای کار و معیشت رفتم پاکستان و علقی از دوستان سینماگر و بچه هایی که تا تئاتر کار میکردن با خود داشتیم. خب تصمیم گرفتیم برای اینکه دور نباشیم از فضا و محیط خود ما، از دنیای خود ما، فیلم کوتاه بسازیم. من دنبال سوژه بودم و قصه های زیاد رشیدم، ولی آنچه مرا واقعا منقلب ساخت و حال به دگرگون کرد یادداشت کوتاهی بود از یک مدیری یکی از دبیرستان‌های زیرزمینی زمان طالبان که از زندان طالبان بیرون آمده بود و داستان خودش تعریف کرده بود در یادداشت. دختر بچه‌ای بوده که می‌خواست مدرسه بره، ولی متأسفانه بنابر عواملی که طالبان به وجود آورده بودن تصمیم می‌گیره خودش در هیئت پسرانه در بیاره، موهایش قیچی می‌کنه، لباس پسرانه می‌پوشه و میره. ولی زود هم کلاسی‌هایش و هم صنفی‌هایش ایره لو می‌تن و همه می‌دونن که دختر است. بیا بالا برای. بیا بالا برای، بی غیرتی نکن، تو را می‌گم بیا برای. بیا برای بالا. یک روز وزیر فرهنگ به من زنگ زد، گفت که برمک میفهمی که امین جان نشسته؟ آقای مخمل باف. محسن از من پرسید که چرا فیلمت رو می‌سازی و من گفتم که متاسفانه تهیه کننده نداریم. تعریف کردم داستان اسامه را. محسن واقعا شوک‌زده شده بود، گفت برمک من حاضر هستم $100,000 به تو بتم که فیلم آغاز بکنی و اگر فیلمت فروش کرد تو $100,000 رو به من برمیگردانی و اگر نشد روی هم دیگه رو میبوسیم به یک چیز دیگه فکر میکنیم. واقعا من مدیون محسن مخمل باف هستم در این زمینه، با پیگیریش، با حمایتش، با آوردن گروه فیلمبرداری خودش از ایران. البته یک تجربه بسیار بسیار شیرین بود. چطور هستی؟ خوب هستم. بیانم دخترکت خوب است؟ یعنی بچه اگر دخترم است. بیا خوراک داخل پس خانه. سی
سینما ایران یک از تاثیرگذارترین سینماها بر جریان سینما و فیلمسازی در افغانستان بوده. یعنی ما که به حساب همیشه با فیلم‌های هندی و با فیلم‌های بالیوودی رقص و آواز و اکشن و اینا یک بار رخ دیگری از سینما را هم دیدیم و گفتم میتونم که سینمایی که ما مخصوص در دهه 80 میلادی زمانی که شوروی ها حضور داشتن در افغانستان تولید فیلم یک مقدار ثبات داشت و حداقل سالانه 5 تا 6 تا فیلم ساخته میشد. کارگردانایی که در اون زمان فیلم ساختن تاثیرپذیر از سینمای ایران بودن. متاسفانه سینما نتانسته تا حال راه خودش، فضای خودش و مکان خودش در افغانستان تثبیت بکنه. مردم آنقدر بیچاره هستند که بیشتر به فکر نانند تا به فکر دیدن فیلم، گرچه نیازشان است. کلاه کای بچگانی ته بکش، کلاه دخترانی ته بپوش، برو که بریم اونجا کار کنیم. از هفته آینده یک وقفه تابستانی داریم و بعد از چند هفته برنامه تماشا رو از سر میگیریم. ممنونم که بیننده ما بودید. یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید و گزارش هاش رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.